گروهی از کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که آزار و اذیت، ارعاب و خشونت مبتنی بر مذهب از جمله علیه مسلمانان به سطوح هشدار دهنده رسیده است. آنها از دولت‌ها خواستند در چارچوب حقوق بین الملل با همه اشکال نفرت مذهبی از جمله اسلام حراسی مبارزه کنند. کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای در روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی گفتند که 15 مارس سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل خواهان افزایش تلاش‌ها برای تقویت گفتگوی جهانی در زمینه ترویج فرهنگ، مدارا و صلح در همه سطوح شد. در متن بیانیه آمده است: امروز کارآفرینان نفرت، احزاب سیاسی، گروه‌های مسلح، رهبران مذهبی و حتی بازیگران دولتی در سراسر جهان احترام به تنوع ادیان و عقاید را زیر پا می‌گذارند. به باور کارشناسان سازمان ملل، گروه‌های یاد شده تبعیض قائل می‌شوند، حقوق بشر را نقض و این نقض‌ها را نادیده گرفته و حتی تلاش می‌کنند تا با آن را توجیه کنند. کارشناسان سازمان ملل از تمامی کشورها خواستند که در چارچوب ارزش‌های بین‌المللی و حقوق بین‌المللی بشر با همه اشکال نفرت مذهبی از جمله اسلام حراسی مبارزه کند. کارشناسان سازمان ملل با اسفناک خواندن قرآن سوزی در انظار عمومی خواهان محکوم کردن نفرت پراکنی دینی شدند. دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای افضلی، مهمترین دلایل افزایش اسلام حراسی در جهان چیست و عملکرد گروه‌های افراطی و بنیادگرای دینی در این مورد تا چه حد نقش داشتند؟ با سلام خدمت شما و بیننده‌های شما، اسلام حراسی در واقع حاصل فعالیت های سیاسی بیشتر گروه های راست افراطی که الان توی خیلی از کشورهای اروپایی در انتخابات سهم بیشتری از کرسی های پارلمان رو به دست آوردن بیشتر ترویج شده و ظاهرا هم پشت بیشتر اینا همین گروه های راست افراطی هستند. البته که در کنار فعالیت‌های اونا بعضی از رفتارهای افراطی از جامعه خود مسلمان‌ها هم سبب شده که واکنش برانگیز بشه. بله، در صورت تداوم و تشدید اسلام حراسی وضعیت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ طبیعتاً محدودیت‌ها بر عملکرد جوامع مسلمان تشدید میشه و حتی ممکن هست که از طریق نهادهای قانونگذاری قوانینی در راستای محدودیت جوامع مسلمان در این کشورها ایجاد بشه، اگر مخصوصاً گروه‌های راست افراطی بیشتری بتونن توی پارلمان کرسی کسب بکنن. ممنونم از شما دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.